من در سال 44 دیگه شعرهای تازه که گفته بودم فکرم به یک حدی رسیده که اینا قابل انتشاره و در واقع میخواستم در 25 سالگی اولین کتاب تصمیم گرفتم که حتما در 25 سالگی اولین کتاب خودم رو منتشر کنم و این کارو کردم. کتاب به خرج خودم چاپ کردم و یک کتاب خیلی شیکی هم بود و اینا با کاغذهای بنفش و اینا بنفش زرد کتاب چاپ کردم و یه سرصدایی هم که تو مجامع ادبی اینا مثلا یک گروهی بودن به نام گروه جزوه شعر که دور هم جمع میشن و بچهای پیشروی بودن تو شعر، اونا دعوت کردن که من برم تو اون جلسه که اسماعیل نوریالا گردانده این قضیه بود و نوریالا اون موقع تو مطبوعات نفوذ بسیار داشت و از طرفی هم مجله فردوسی همون شعر اون کتاب به دست رسید، شعر رو چاپ کرد و حالا به تعارف گفت که شاعر جدیدی پیدا شده است این حرفا. بالاخره آرام آرام من تو مطبوعات شعرام چاپ شد و ادامه دادم که هنوزم این کار رو ادامه میدم و تقریبا معتقدم که یکی از راه‌های زنده ماندن در این جامعه ارتباط با رسانه هاست و ارتباط با افکار عمومیه و آشنایی با شعرا و نویسندگان تراز اول و پیشروی اون زمان موقعی بیشتر شد که من تو روزنامه رفتم و مسئول صفحه ادبی شدم و از آغاز سعی کردم که فقط هنر نور در روزنامه اشاره بدم، در حالی که قبلا کسایی مثل محیط طباطبایی، دشتی، اینا توی روزنامه اتحاد مقاله می‌نوشتن. ما در واقع دیگه هنر امروزه که عنوان اون روزنامه بود، فقط به هنر امروز اختصاص دادیم، از آدمای شناخته شده و تثبیت شده گرفته تا بچه های جوانی که میخوان شروع کنن ما حمایت میکردیم و به طور متمرکز از اینها دفاع میکردیم که گاهی مثلا ویژه‌نامه میدادیم راجع به آدم های مختلف و البته خب از قدما هم استفاده میکردیم. مثلا اون موقع من با انجوی، با زبی بهروز، با باستانی پاریزی، با اینا تماس میگرفتم، با شاملو اخوان آتشی، با همه اینا در تماس بودیم، ولی قدمان هم در واقع از نظر دور نمیداشتیم و گاهی مطلب از نامی هستید چاپ میکنیم، ولی بیشتر تمرکز داشتیم که تا اونجا که ممکنه هنر امروز اشاره بدیم، برای اینکه در آغاز جنبش هنر جدید ایران بود، هنرهای نوع ایران بود و سینما جوان بود، هنوز نقاشی جوان بود، شعر جوان بود و شعر درسته که از 1300 نیما شروع کرده بود، ولی از 1300 تا 1340 اصلا 40 سال این آدم اصلا یه جوری پس رانده شده بود و از اواخر دهه 30 بود که آثارش نیما خوب چاپ شد و ما سعی میکنیم که این چیزی که مردم باش آشنا نیستن هم به مردم معرفی بکنیم اصل آثار و هم راجبش تفسیری بنویسیم و تمام کسانی که میتونن کمک کنند که این هنر نو تفسیر بشه و تعبیر بشه برای افکار عمومی، اینه ما دنبال میکنیم و در واقع این یک رفتار عمومی بود، رفتار شخصی نبود. یعنی مثلا من توی روزنامه اتحاد این کار میکردم، سیروس آباز و شریعت توی کیهان این کار میکرد، شاملو تو خوشه این کار میکرد، اسماعیل نوریالا توی مجله فردوسی این کار میکرد، بلاهنی و سپانلو همجا بودم تو مجره آتشی توی تماشا این کار میکرد. یک جمعی بودیم که همه ما انگار مثل یک حزب باشه روشن فکر. اون موقع تلقی ما این بود که ما یک گروه هستیم که آسیب پذیریم، هر آن ممکنه ارتجاع و عقب ماندگی ما رو واپس برانه و نابود کنه. ما در برابر آدمایی که میگفتن وضع باید همینطور که هست بمانه و ما میگفتیم وضع باید تغییر کنه، اینه به عنوان این جنبش نوگرایی و نوآوری ما با جان و دل حمایت میکنیم و چون بهش ایمان داشتیم با شور و شوق این کاری میکنیم و این اون چیزیست که خیلی اهمیت داره که
دیگه چون اون دوره گذشته هیچ وقت الان دیگه با این شروع شو هیچ کسی این کارو نمیکنه. کما اینکه مثلا تو همین دوره اسلامی هم بچهای روشنفکر دینی با همین انرژی کار کردن. یه دوره اومدن خواستن بگن روشنفکر دینی یعنی چی، ابعادش یعنی چی، برای اینکه تازه بود. شانسی که ما آوردیم در دهه 40 و 50 در واقع ما دست به قلم شدیم که اون موقع این جنبش جوان بود و نیاز به همکار داشت و ما به عنوان همکاران و در واقع آدمای فعال این حرفه تو زمینه سینما، تو زمینه موسیقی، تو زمینه ادبیات، روزنامه‌نگاری، تو زمینه نوشتن کتاب فعال بودیم. و مثلا اون موقع من سه چهار جا کار می‌کردم، یعنی در این حال که تو روزنامه اطلاعات بودم، در این حال گاهی می‌رفتم تلویزیون تو برنامه‌های خانم دررودی شرکت می‌کردم که من و دکتر میرفندسکی با همدیگه راجع به هنرهای تجسمی صحبت می‌کردیم. در همون موقع مثلا با مجله فردوسی همکاری می‌کردیم، شعر می‌دادیم، مقاله می‌دادیم، بحث می‌کردیم، تو شب‌های شعر شرکت می‌کردیم، فیلم‌های توی فیلم‌هایی که اکران می‌شد راجع بهش حساسیت به خرج می‌دادیم تو فستیوال. و اون موقع اتفاقات مهمی البته بین 45 تا 55 افتاد که جشن هنر در واقع مطرح شد. جشن هنر سال 46 شروع شد تا 56. جشن هنر یه اتفاق بزرگ بود برای ما، برای اینکه بسیاری از ما جوانهایی که اون موقع تو جنبش جوان ادبی و هنری کار میکردیم سواد چندانی نداشتیم که بدانیم در دنیا چه خبره. جشن هنر باعث شد که بزرگترین آدمای دنیا تو زمینه هنر و ادبیات و هنر نمایشی بیان ایران و تو جشن هنر باشن. و ما چون ما دعوت کردن از روزنامه‌ها که ما بریم اونجا، ما اونجا به راحتی مثلا اوژن یونسکو رو می‌دیدیم که اون موقع یه قولی بود، یا فرناند آرابال رو می‌دیدیم، یا مثلا رهبرای ارکستر مثل مادرنا رو می‌دیدیم، مثل گورتفسکی می‌دیدیم. گورتفسکی و یعنی آدمایی که در قلب هم دسترسی به اونا، مثلا یهودی منوهینه تو قلب هم دسترسی بهش محال بود، و اینجا مثلا یه راوی شانکار تو هند، یا مثلا بسیاری از نپال می آمدن، از یعنی مهمترین آدمای آسیا و مهمترین آدمای اروپا دستچین می شدن به بسیاری آدمای خبره مثل چیز مثل فرخ قفاری، و می آمدن اینجا و بهترین کارشون اینجا عرضه می کردن. و بعضی از این کارام تقریبا برای ما قابل درک نبود و واکنش جاهلانه ای ما داشتیم راجع بهش، برای اینکه نمیفهمیدیم که اینا چی دارن میکنن. مثلا ویلسون که اومد اینجا دفعه نمایش خودش رو کوه اجرا کرد، چندین نفر در جاهای مختلف کوه، هر کسی یه بخش از نمایش رو اجرا میکرد. یا چلکوفسکی مثلا اومد اینجا گفت آقا این تازه کشف شده خیلی مهمه، شما چرا اصلا با من یه بخش قدیمی نگاه میکنه بهش، این یک نمایش زنده پرهیجانه. و مثلا راجع به تازه سمینار گذاشتن، یعنی یا خود چیز این کار کرد، پرویز صیاد اومد اینجا از سراسر ایران بهترین تازه خانه را جمع کرد و دو سال پی در پی تازه های این آوردن که اینا اصلا همه مردم چه غربی چه شرقی به یکسان تحت تاثیر قرار میداد. اینقدر اون اجراها زیبا بود. یا موسیقی ایرانی شجریان و لطفی و اینا همه در اونجا درخشیدن، یا عبدالوهاب شهیدی و همه اینا از انزوای محدود بومی در آمدن در اشل جهانی مطرح شدن. وقتی که مثلا حسین تهرانی آمد با مکس روچ با همدیگه اون داشت چیز درام میزد، این هم ضرب میزد، اون یاد اصلا کم آورد، اصلا میزان ریتمایی که تو داری اصلا غیر عادیه. و خب این خیلی مهم بود که هنرمند شناخته شده مثلا بیاد به تهران بگه آقا تو چجوری اصلا به اینجا رسیدی. و اینا از اون انزوا در آمدن بیرون، وقت حتی به جوان ها میدان داشته، یعنی در این حال که به آدمی مثل انتظامی نصیریان اینا میدان داده میشد، به آدم هایی مثل صالح‌الا یا مثلا بچه جوانتر هم میدان داده میشد که بیان کارشون بیان. مثلا اون موقع چیزی آدم تقریبا ناشناخته بود و بعدا تبدیل شد به آدم درجه که تئاتر ما آقای نلبندیان. و چه آدم های اونجا کشف شدن، چه آدم های اونجا تثبیت شدن، چه آدم های اونجا از اشل بومی ما فراتر رفتن. و وقتی که یونسکو مثلا آمد اونجا صحبت کرد برای ما، خوب حرف هایی زد که این حرف ها
فرق میکرد با اون چیزی که ما تو کتاب ازش خوانده بودیم. یادم بود که داشت روبروی ما به عنوان یکی از بزرگترین آدمای دنیا راجع به تئاتر صحبت میکرد و راجع به اثر هنری صحبت کرد. من یادم است که یه نفر گفت که برنش رو گفت آقای یونسکو در رژیمی که زندانهاش پر هست شما برای چی برنش رو اومدید ایران و اومدید اصفهان و اصفهان شما رو چی کار میکردید؟ دیگه خب بچه تند و تیز سیاسی بودن، حرفش هم تا حدی معقول بود. بعد یونسکو گفت که من اینجا نیومدم بحث سیاسی بکنم و من یادم سیاسی نیستم، من یادم فرهنگی هم. من اومدم اینجا وقتی اصفهان رو میبینم، بچه شاه میبینم یا بچه شیخ لطفالله رو میبینم، من اونجا ساختمان که نمیبینم، من اونجا فرهنگ ایران میبینم و تاریخ مردم ایران میبینم. این مهمترین چیز که من یاد میگیرم که این مردم داره چه شعور عمیقی هستن که چنین اثر زیبایی پیدا آوردن. من برام آشنایی با مردم ایران خیلی مهمه و میتوانم بعضی چیزا فعلا ندیده بگیرم و بیشتر تاکید کنم روی این بخش که فرهنگ مردم ایران بهتر بشناسم و بتوانم با بخشی از بشریت درجه یک آشنا بشم. بعد بچه که ولکن نبودن، هی مرتب از این سوالا میکنن. بعد یکی از اینا برای اینکه مسخره کنه اوژن اسکوله، حالا اوژن اسکوله همه دنیا رو مسخره کرد، حالا این بچه جوان میخواد اون مسخره کنه، گفت که لطفا یکی از خاطراتون شهر بیدن چیه که برای گوگوش اینا میگفتن. این بدونه که به روی خوش بیاره گفت که من الان شهر میدم. گفت من بچه بودم با پدرم داشتیم توی یک جمعیتی راه میافتیم، یه میتینگی بود و دست من گرفته بود و اون موقع من کوچیک بودم و من فقط پاها رو می‌دیدم و یه مقدار گرد خاکی که وسط این پاها بود. بعد زله شدم، داد زدم. بعد پدر من روی دوشش نشان و من اونجا سلها رو دیدم، آسمان رو دیدم، زیبایی ها رو دیدم، آفتاب رو دیدم. وای می‌دیدی تو کجا قرار داری و از چه جایی نگاه می‌کنی. خب مثلا شما فکر کنید که اینا اینقدر صبورانه می آمدن با مزخرفاتی که ماها جوانهای تون رو می گفتیم کنار می آمدن و می خواستن بگن اون حرفایی که شما می زنید ایراد نداره، درسته، اما چیزای دیگه هم وجود داره. اون چیزای دیگه که وجود داره کمک میکنه که آدم بتوانه همه جانبه ببینه. وگرنه بسیار از اون حرفای بچه هم حرفایی بده. خب بعد زندان سیاسی بوده، نمیدونم فشار هم بوده، ولی بعد ها با دیدیم خب اون اونجا بوده، همه جای دنیا بوده، یه بخشی هم اینجا بوده. از این عوامل سانسور تو همه جای دنیا هست، توی ایران یا تو عربستان سانسور چون روح خشن بدویه به چشم بخوره، ولی این همون سانسور توی آمریکا نرم و پنهانی و نامرئی مخشوعی میکنه میلیون ها نفر و اونا بدون که دردشان بیاد سانسور با آخوش باز میپزند. در حالی که اینجا ما همواره با سانسور خشن و بدوی درگیر هستیم و مبارزه میکنیم. من تصور میکنم به دهه 45 تا 55 که دوران رفاه اقتصادی و دوران رشد سریع فرهنگی و سرمایه داری توی ایران بوده، حالا بیشتر هم در تهران، جشن هنر و فستیوال فیلم و فستیوال فیلم کودکان و این و جنبش کتاب های ارزان و نشریات فراوان تخصصی ادبی هنری، اینها یک فضای فعال فرهنگی به وجود آوردن. یعنی وقتی که مثلا خود جوزف لوزی میابد اینجا با فیلمش یا گریگوبیت با فیلمش میامد یا آدم های مهم دنیا میامد، ما با اینا صحبت میگیم، حرف میزنیم. مثلا من برام افتخار بزرگی بوده که دیدم مثلا در کنار جوزف لوزی نشستم و اون داره راجع به فیلمش صحبت میکنه و داره مشکلات خودش میگه و این یک آینه هست برای من. یا بسیاری از آدم معتبری که ما توی این جشنواره ها میدیم، البته همه دسترسی نداشتن، بلکه ما چون توی رسانه بودیم طبیعتا شانس بیشتری داشتیم که با اینا در، ولی مثلا تمام برنامه های تالار رکی مثلا من همه رو دیدم به جز بعضی از برنامه های سمفونیکشه. یعنی تمام اپراها، باله‌ها، تمام موسیقی ایرانی که خوانده شده. مثلا من خب برام خیلی مهم الان وقتی به یاد میارم میبینم که نوازنده تار معروف که آمد تو تالار رکی و انقدر پیر بود که یا آمبولانس توی حیات گذاشته بودن
آمبولانس کشون که اگه این حتی همونجا حالش به هم خورد ببرنش بیمارستان. و اینا می اومدن، یا مثلا تاج دیدم، کسانی از این قبیل دیدم. اینا خیلی اهمیت داشته که به حال این امکان وجود داشته باشه. حالا به هر حال اون جماعتی هم که می اومدن و از اینا دیدار میکنن جمعیت کمی نبوده و همونها بعدن توانستن این وزش فرهنگی رو یه جوری گسترده تر بکنن و اون نسیم تبدیل بکنن به یه طوفان. مثلا کتاب جیبی، خب کتاب مثلا تیراژ 500 تا و 1000 تا بود، یک دفعه مثلا کتاب جیبی اومد شد 10,000 تا و شد 30,000 تا و 30,000 تا خواننده. کمان که خود کتاب هفته‌ای که شاملو اداره کرد از آغاز با 30,000 تیراژ در آمد بیرون. اصلا نشریه ادبی با 30,000 تیراژ خیلی مهمه و جاذبه داشت و مردم خریدن. نشان میده که باید کشف کرد استعدادهایی در عرصه فرهنگی و روش تأثیر گذاشت. الان جلوی موسیقی آزاد گذاشته بشه، مخاطبان موسیقی میلیونی هن، 100,000 تا 200,000 تا، اینا اصلا خنددار میلیونی هستن. ولی وقتی که شما موسیقی رو با ضوابط مشخص اداری محدود میکنید و بعد یه مش محدودیت هم در شهرستان ها هست، طبیعتا اون میلیون ها به چشم میخورن. همه جای دنیا عمومی ترین هنر موسیقیه و بعد سینما. بنابراین اصل این است که فضای فعال فرهنگی اجازه آزادانه نشر و توزیع کالاهای فرهنگی رو بده و این حق جامعه است و هیچ کس حق نداره که این به قولان این حق از مردم بگیره. حالا البته یه دم میگیرن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. به هر حال اون دوره 45 تا 55 تقاضای کالای فرهنگی در جامعه رشد کرده و تقریبا به حد معقولی جریان داشته. مردم برای نخستین بار اومدن دیدن کارهای جدیدی تو تئاتر میبینن. ساعدی بود، بیزایی بود، گروه هنر ملی بود، جوانمردینا و نصیریان، اینا با حمایت مردم توانستن ادامه کار بدن و از توشان ساعدی رشد کرد، بیزایی رشد کرد. الانم آدم‌هایی در حد ساعدی و بیزایی توی جامعه ما هستن، ولی چون امکان رشد ندارن در با اولین برخوردها با موانع به عنوان جوان ممکنه فرو بیزن و شکننده باشن و فضای فعال فرهنگی است که میتوانه اجازه بده که رشد بکنن. به هر حال من خوشحالم که کار ادبی رو توانستم توی دوره شکوفایی فرهنگی ادامه بدم و روزنامه به من کمک کرد که من با جمع کثیری از هنرمندان درجه که مملکت من آشنا بشم و از اونها بیاموزم و این آموزش به من یاد داد که همه ما نیازمند فهمیدن بیشتر این جهان هستیم. وقتی هم که انقلاب شد و بعد دیگه حالا به دلایلی من خانه نشین شدم، شروع کردم به نوشتن آثار ادبی، رمان ها و اونا به نظرشون رسید که ما رو بدبخت کردن، مثلا خانه نشین کردن، بیکار کردن، این حرفا. در حالی که ما واقعا از اونا تشکر میکنیم که اونا باعث شدن که ما از اینکه هر کدوم ما 30-40 تا کتاب نوشتیم تو این دوران در منتهای اسرت و بیچیزی و فقر ظاهری و با غنای باطنی نشستیم نوشتیم. ستاری مهمترین کتاب باشه در این دوره نوشت، دولت آبادی در این دوره نوشته، همه ماها تو این دوره کار کردیم و این دوره بود که به رغم تمام مشکلات بیرونی مثل جنگ، انقلاب یا بیکاری ماها یا مثلا مشکلات ماها و درگیری هایی که ما داشتیم، همه ماها از یاد نبردیم که ما وظیفه داریم برای مردم ما کار کنیم و ما اصلا هویت ما در این وظیفه است و اگه این وظیفه رها کنیم معنی نداریم. و این کار تقریبا بسیار از ماها ادامه دادیم و در آینده قضاوت خواهد کرد که ما چقدر در این کار صادق بودیم، چقدر مؤثر بودیم، چقدر توانستیم صادقانه یک وظیفه انجام بدیم. چون روشنفکری فخر و امتیاز نیست، روشنفکری وظیفه است. هنرمندی مایه امتیاز نیست، یه چیزی نیست که آدم زیر بغلش بگیره بگه که من هنرمندم پس همه به من احترام بذارید. نه، هنرمند کسی است که میاد تمام زندگی معنوی خودش در اختیار مردمش میذاره. هر چقدر صادق‌تر و بی‌پیرایه‌تر با این قضیه روبرو بشه، طبیعتاً اون مردم قلباً با اون آدم بهتر رفتار میکنن. مردم
نباید ممکن تک تک آدم ها درک درستی از واقع نشون، ولی روح جمعی که فرهنگ رو میسازه در جامعه اون به درستی تشخیص میده و دیگه دقیق تایی داور است. اون روح جمعی ما نمیتوانیم فقط به ازای جمعیت بدانیم، یک چیزی وجود داره که خارج از محاسبه های ماست. اون محاسبه میکنه که کی الان مناسبه که بیاد مثلا رئیس جمهور شه، کی باید بیاد توی هنرها بیاد بالا حمایت بشه، در برابر چه جریانی باید واکنش عمومی نشان بده نبینه. اون میدونه که مثلا مهران مدیر وقتی میاد کار میکنه، حتی کار متوسطش هم مثلا در حاشیه اهمیت داره، برای اینکه این صادقه تو کار خودش، برای اینکه کارش بلده. و اون شمدانی که بلافاصله بعد از اون میاد چیز مزخرفیه و نمیدونه با اون ادامه اون محسوب نمیشه. اینه روح جمعی تشخیص میده. حال خوشبختانه الان فضای مجازی جایی است که بازتاب پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه این روح جمعی. یعنی همه آدما میان میگن که آقا ما شاکی هستیم از این رفتاری که تو میکنی، این کتابی که تو نوشتی مزخرفه، این شعری که تو میگی بده، این فیلمی که تو ساختی خوبه یا بده. و اون روح جمعی که قبلا ما فقط حس میکردیم ولی واکنشش رو نمیدونستیم، با اتکا بر فضای مجازی توانسته تا حدی خودش نشان بده. و البته در آینده اون معلم جامعه خواهد بود، اون فضای مجازی.